اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 29 آبان ماه 1392 به دنبال دو روز بارندگی به دلیل خرابی زیرساخت‌ها و فقدان امکانات آب سراسر لیبرتی را فرا گرفته است. کارشکنی دولت عراق در ترمیم جاده‌ها، تعمیر بنگال‌ها و ورود اقلام ضروری به لیبرتی. به دنبال دو روز بارندگی در عراق به دلیل خرابی زیرساخت‌ها در لیبرتی و فقدان امکانات آب بخش‌های زیادی از لیبرتی را فرا گرفته و ساکنان با مشکلات بسیار زیادی مواجه شده و رفت آمد در بسیاری از قسمت‌ها غیر ممکن است. مسیرها و جاده‌های غیر استاندارد و غیر آسفالته در لیبرتی تماماً از آب و لجن و گل پوشیده شده و تردد پیاده در آنها عملی نیست. افراد مجروح و بیمار قادر به خروج از بنگال‌ها نیستند و خودرو و وسایل نقلیه نیز به تعداد کافی وجود ندارد، زیرا دولت عراق مانع انتقال آنها از اشرف به لیبرتی شده است. در بسیاری از نقاط لیبرتی آب به داخل بنگال‌های محل استقرار افراد و کانتینرهای مواد غذایی و بهداشتی و تدارکاتی وارد شده و آنها را غیر قابل سکونت کرده و باعث خراب شدن مواد غذایی و بهداشتی شده است. از یک سال پیش مجاهدان لیبرتی بارها درخواست کردند که پیمانکاران عراقی جاده ها و سیستم زهکشی کمپ را با هزینه مجاهدین ترمیم کنند، ولی ماموران نخست وزیری مالکی از آن ممانعت کرده و شرایط فعلی را تحمیل کردند. دولت عراق از ورود اقلام بسیار ضروری حتی در این شرایط نیز ممانعت می کند و به اقلامی از قبیل لوله، شلنگ، پمپ، چسب برای آببندی بنگال‌ها و حتی لباس‌های ضد آب مانند پانچو اجازه ورود نمی دهند. مجاهدان از مدت‌ها پیش با هزینه خودشان میزانی چسب سیلیکون برای بستن نقاط نشتی بنگال‌ها، به خصوص مواردی که بر اثر ترکش موشک ایجاد شده است، تهیه کرده بودند، ولی نیروهای عراقی از ورود آنها ممانعت کرده و آنها را ضبط کردند. نمایندگان یونامی و دولت آمریکا از همه محدودیت‌های فوق ذکر بلافاصله مطلع شدند، اما متأسفانه هیچ اقدام مؤثری به عمل نیاوردند. بیان اینجا بازدید کنن، اینجا چک کنن، اینجا رو ببینن چه خبر است. اینجا درگاه یا لیبرتی آزادیه. استانبول‌های بین‌المللی ببینن. ما بیدیم رو کمیساری ها بیان اینجا ببینن، اینجا چک کنن، اینجا بیدن یاد بیدن.